نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با طراحی ساخت و تعویض بیش از 18 هزار قطعه به طور اساسی نوسازی و به آب انداخته شد. طارق نام پروژه‌ای که غیرت و حمیت و ایستادگی این افراد با اون عجین شده بود. وقتی 4 سال پیش به منطقه 1 دریای ارتش قدم می‌گذاشتی و این تصاویر را می‌دیدی، شعار ما می‌توانیم تا حدودی قابل پذیرش نبود. توانمندی همش در غرب نیست، توانمندی همش در اروپا نیست. ما خودمونم می‌تونیم خیلی کارا رو انجام بدیم. اما حالا با گذشت 4 سال یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمان خروج زیردریایی جمهوری اسلامی ایران طارق را با اجازه فرماندهی معظم کل قوا سلسله اعلام می کنم. حالا نیروی دریایی ارتش با اعتماد به تولید کنندگان داخلی و حمایت از دستان پرتوان متخصصان که سرمایه های این کشور هستند، توانسته به فناوری دست یابد که نزد دریادلان تجربه گرانبها برای نسل های آینده است. ما 2 دهه است که به علم زیردریایی دسترسی پیدا کردیم و زیردریایی کلاس کیلو رو در اختیار گرفتیم. اما این همت بلند و این تدابیر فهمیده معظم کل قوا مبنی بر این که خود شما باید بتوانید تعمیرات نیمه اساسی را انجام میدید، باعث شد که این حرکت مهم آغاز بشود و با سرعت پیش بره. اکنون فناوری پیچیده ترین تجهیزات نظامی زیر سطحی در دست ایران است. زیر دریایی ها بالاترین تکنولوژی پیچیده را دارن، این از تانک، موشک، هواپیمای جنگی، بوئینگ یا هواپیمای مسافربری، هم تکنولوژی مدرن‌تر و بالاتری دارند. نقشه‌های هزاران قطعه حساس زیر دریایی‌های کیلو کلاس در اختیار و به راحتی کار تعمیر این زیر دریایی‌ها انجام می‌شود. تو تعمیر خیلی از کشورهای منطقه هم که از توان زیر دریایی برخوردار هستند، امروز می‌فرستن میره در کشور سازنده اون زیر دریایی تعمیرات میشه برمیگرده. اما ما تدبیر فرماندهمون برای این بود که این کار اگر به دست توانمند خود کارکنان انجام بشود، دارای صلابت و افتخار بسیار بزرگ. زیردریایی غولپیکر فوق سنگین کلاس طارق که به دست متخصصان داخلی کشورمان نوسازی، اوورهال و به عبارتی بازسازی شده، حالا پس از 1,620,000 نفر ساعت کار مداوم و نصب بیش از 18 هزار قطعه گوناگون میتواند در آبهای گرم خلیج فارس مأموریت خودش را انجام دهد. بخش اول